عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی صد سمن پارس و همراهان خوب برنامه منو پدر. خب فکر کنم دیگه بعد از این دوازده قسمت منو شناخته باشین. من احمد هستم، یک بار دیگه خودم به شما معرفی میکنم. امروز آخرین در واقع برنامه از سلسله برنامه های منو پدر رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خب همونطور که مستحضر هستید عزیزان، ما با شروع این برنامه از شناخت خودمون، از شناخت خداوند، ارتباط خودمون با اون، یافتن هویتمون در خداوند زنده و ترمیم و تصحیح روابط و عادتهای بدی که توی زندگی در واقع یه جورای تأثیر منفی گذاشته روی شناخت خودمون و خداوند صحبت کردیم و در ادامه تولدی تازه، خانواده جدید، کلیسا، شک ها و تردید هایی که سراغ ما میاد و مسائلی از این دست درش دربارش صحبت کردیم و در آخر رسیدیم به مسیح، یعنی تنها کسی که راه و راستی و حیاته و تنها کسی که ما نیاز داریم امروز در زندگیمون پیداش بکنیم و با عیسی مسیح بتونیم در این دنیا قدم بزنیم و به امید خدا با عیسی مسیح ما بتونیم بعد از اینکه زندگیمون در این دنیا تمام شد در حیات ابدی و جاودان با پدر زندگی بکنیم. اگه بخوایم به کلیت این برنامه و قسمت‌های مختلفی که اجرا شد و در واقع برگزار شد یه نظری بندازیم، میبینیم که ما در تمام این قسمت ها و تمام این مدت ما کار بزرگ خداوند روی صلیب رو دیدیم. اگرچه ما در جاهای از این قسمت ها از خودمون، از زندگیمون، دور و برمون صحبت میکردیم، ولی در تمام این برنامه ها کار بزرگ خداوند رو دیدیم، کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد برای من و شما. و این کار مسیح رو ما اگه بخوایم خیلی بازتر و خیلی جامع‌تر بهش نگاه بکنیم، میتونیم از روز ازل و از باغ عدن در واقع ما ببینیم که خداوند و خدای پدر نقشه‌ای که برای ما کشیدن و نقشه‌ای که کشیدن برای اون در واقع بعد از اون گناه و خطایی که انسان انجام داد، رابطه‌ای که قطع شد و در واقع خدای پدر اونجا نقشه‌ای داشت برای اینکه انسان برگرده به طرف پدر و برگرده به خداوند. و از همونجا ما میتونیم کار بزرگ عیسی مسیح رو ببینیم تا به امروز و تا روزی که ما همگی از این دنیا باید بریم. ما وقتی نگاه بکنیم به باغ عدن، میبینیم که آدم با تصمیم اشتباهی که گرفت و بنا به تصمیم اشتباهش، انتخاب اشتباهی که کرد، در واقع تمام زندگی خودش، رابطه خودش با خدا، رابطه خودش با بقیه و رابطه خودش رو با طبیعت و با دنیا خدشه‌دار کرد. و این رابطه خدشه‌دار و این رابطه که در واقع در سرازیری سقوط و گناه قرار گرفت، دست به دست و سینه به سینه به من و شما رسید و امروز ما در زندگی هامون داریم میبینیم که روابطمون، طبیعت، خانواده، دوستی ها، مهر و محبت و خیلی چیزهای دیگه همه و همه تحت تأثیر اون گناه اولی قرار گرفته و چه بسا امروز اون تأثیرات اون گناه خیلی بیشتر شده و ما در تمامی دنیا و روابطمون میتونیم اونا رو ببینیم. امروز اگه ما بتونیم این وضعیت اسفناک و بحرانی که پیش اومده برای انسان و ما که داریم در این دنیا
زندگی میکنیم. اگه ما بتونیم این وضعیت اسفناک رو با ایمان به عیسی مسیح و از طریق شناخت صحیح خداوند در واقع به این وضعیت اسفناک نگاه بکنیم، میتونیم با خداوند، در خداوند و در عیسی مسیح از این مسیر و از این راه و از این مشکلات در واقع به پا بخیزیم و در واقع گذر بکنیم. و این تمام ایمان ماست و تمام تجربیات ایمانداراست که تونستن با عیسی مسیح از این مسائل و مشکلات و گناهان و در واقع نقصانی که هست عبور بکنن. خب اولین چیزی که ما نیاز داشتیم و نیاز داریم و دیدیم در این دو روز این بود که ما باید خودمون رو بهتر بشناسیم و خودمون رو ببخشیم و بعد از خودمون شروع بکنیم، از گناهانی که در ما هست، از نقصانی که در ما هست و از روابط و عادتهای غلط و خدشه‌داری که در زندگی های خودمون هست و چه بسا که مربوط میشه بعد، یعنی یه جورایی این ارتباط ها و این نقصان ها تأثیر میذاره در ارتباط و شناخت ما با خداوند. امروز تمام دنیا و تمام بشریت به این نقطه رسیدن و به این نقطه رسیدن که تنها راه و تنها راز موفقیت در این دنیا هیچ چیزی نیست غیر از محبت، هیچ چیزی نیست غیر از صلح و هیچ چیزی نیست غیر از آرامش. و تمام اینها رو در عیسی مسیح ما میتونیم داشته باشیم و تمام اینها رو ما در عیسی مسیح میتونیم کسب بکنیم. اگه ما آرامش داشته باشیم، اگه ما بتونیم محبت بکنیم، اگه ما بتونیم ارتباطاتمون رو درست بکنیم و خوب زمین سازی بکنیم، قطعاً در این دنیا آرامشی بس عمیق خواهیم داشت و قطعاً این آرامشی که در ما هست تأثیر میگذاره روی خودمون، روی بقیه و روی ارتباطمون با خداوند. خب اگه ما یه مثال کوچیکی دارم، من یه مثال زیبایی دارم، اگه ما نگاه بکنیم به دوستی ها، نگاه بکنیم به دوستان و رفیق هایی که توی زندگیمون داریم، رفیق ها و دوست هایی که من دارم عرض میکنم دوستانی هستن که واقعا اونا رو بتونیم ما دوست خطاب بکنیم، نه اینکه دوستانی که شاید چند روزه باشون دوست شدیم یا نمیدونم توی جای خاصی فقط اونا رو میبینیم، نه، دوستانی که واقعا با ما دوست هستن. وقتی به اینا نگاه بکنیم و به دوستی خودمون با اینا نگاه بکنیم، میبینیم که دوستی که ما با این افراد داریم دوستی نیست که یک شبه، یک روزه و یک ساعت اتفاق افتاده باشه. دوستی های ما با کسانی که خیلی عمیقه و خیلی با هم در واقع عیاق هستیم و به قول خودمون جون و دل یکی هستیم چیزی نیست که در یک زمان کوتاهی اتفاق افتاده باشه، بلکه وقتی نگاه بکنیم بهش بینیم که یک مدت زمان طولانی و یک پروسه طولانی در واقع گذشته تا ما تونستیم با این دوست هامون یکی بشیم و در واقع اخلاقیاتمون، در واقع این دوستی هامون، نمیدونم محبتی که بین ما هست، صمیمیتی که بین ما هست و مهمتر از همه شناختی که بین ما هست ما به اونها برسیم. حالا من این مثال رو زدم که با هم دیگه نگاه بکنیم به خداوند و نگاه بکنیم به ایمانی که امروز من و شما داریم در عیسی مسیح و ارتباطی که ما در عیسی مسیح پیدا کردیم با خدای پدر و در این ارتباط داریم زندگی میکنیم. اگه ما به این رفاقت ها
از طریق ایمانمون نگاه بکنیم، خیلی برای ما ملموستر میشه، خیلی برای ما زیباتر میشه و قابل درکتر میشه. اگه اجازه بدین لحظاتی استراحتی داریم و بعد من برمیگردم خدمت شما و ادامه برنامه رو خواهیم داشت. خب عزیزان، استراحتی کوتاه داشتیم، درنگی کوتاه داشتیم و من در خدمت شما هستم برای ادامه صحبت هم در رابطه با دوست صحبت کردن و دوستایی که داریم، دوستای صمیمی که داریم و این رفاقت و این صمیمیتی که در یک مدت زمان طولانی بین ما و دوستانمون ایجاد شده و در این صمیمیت محبت و شناخت و رفاقت و یکی شدن در واقع اتفاق میفته. اگه ما نگاه بکنیم به این دوستی ها و به این رابطه ها، خیلی راحت تر میتونیم رابطه خودمونو با خداوند و خدای پدر درک بکنیم. اگرچه همه دوستی ها و رفاقت ها از یک نقطه و از یک جا و از یک ملاقات ساده شروع میشه، ولی در اون دوستی ها موندن و در اون ارتباطات موندن ما رو به رشد میرسونه. من و شما هم شاید یه روزی از یه جایی از عیسی مسیح شنیده باشیم، از خدای پدر شنیده باشیم، از خدای زنده شنیده باشیم و شاید این نقطه آغازین ارتباط و رفاقت ما با خداوند بوده باشه. ما هر چقدر در این ارتباط بمونیم و هر چقدر سعی بکنیم که در این ارتباط خودمون صمیمیت ایجاد بکنیم با خداوند و با خدای پدر، در واقع ما در این رابطه شروع میکنیم به رشد کردن و این رشد کردن در این رابطه در واقع ما رو کم کم سوق میده به سمت یک شناخت، ما رو کم کم سوق میده به سمت یک اعتماد، ما رو کم کم سوق میده به سمت یک محبتی که در واقع در بین ما برقرار میشه. دقیقا این همون دوستی هایی که عرض کردم و رفاقت هایی که ما داریم در زندگی معمولی مون. و اینجوریه که ما میتونیم در خداوندمون بمونیم و اینجوریه که ما میتونیم در رابطه با خداوند رشد بکنیم و اینجوریه که ما میتونیم یواش یواش از عادتها و در واقع از اخلاقیاتی که شاید به درد ما نمیخوره، شاید خوب نیست، شاید بنا به موقعیت ها اونا رو دریافت کردیم، اونا رو یواش یواش در ارتباط جدید و دوستی که با خداوند داریم یواش یواش اونا رو بذاریم کنار. و هر چقدر که ما بریم جلو، در واقع صداهای خداوند برای ما آشناتر میشه و در واقع عین دو تا دوست که با هم صحبت میکنیم، ما با خداوند صحبت میکنیم و از خداوند میشنویم و در این گفتگو و در این گفت و شنود هست که محبت ها ایجاد میشه و ما میتونیم حکمت خداوند رو دریافت بکنیم و ما میتونیم اراده خداوند رو در زندگی هامون و در زندگی امروزمون و در ارتباطاتمون در واقع درک بکنیم و بعد از درک میتونیم اون اراده رو جاری بکنیم. حالا سوالی پیش میاد، اینکه خب پس ایمان به عیسی مسیح آیا همینجوری هست؟ آیا ایمان به عیسی مسیح هم نزدیک هست به این مثالی که احمد زد؟ البته که نزدیکه، البته که نزدیکه. ما عیسی مسیح رو در یک لحظه و در یک موقعیت ملاقات میکنیم، شاید در یک سرود پرستشی، شاید در خواب و رویا، شاید در یک موعظه، شاید در همین برنامه هایی که امروز ما در خدمت شما عزیزان بودیم، شاید در این برنامه ها شما با عیسی مسیح آشنا شدید. عزیزان، آشنایی با عیسی مسیح
عین دوستی های زمینی یک اتفاق کوچیک و ساده است که پیش میاد، ولی ما باید در او بمونیم تا بتونیم تمام برکات و تمام وعده هایی که خداوند داده در عیسی مسیح رو دریافت بکنیم. و این چیزی نیست که در واقع یک روزه و یک ساعت اتفاق بیفته، این چیزیه که در یک راه و در یک مسیر در واقع ما میتونیم دریافت بکنیم و نصیب ما بشه. من الان واقعا نمیدونم که شما عزیزانی که دارین این برنامه رو نگاه میکنی در چه موقعیت و کجا هستین که دارین ما رو دنبال میکنین، ولی مطمئنم و ایمان دارم به این حرفم که همه شما عزیزان نیاز دارید به آغوش گرم پدر، همه نیاز داریم به آغوش گرم عیسی مسیح، پدری که منتظر ما، پدری که منتظر ما ایستاده و ما رو قبول میکنه، دوستی که منتظر ما ایستاده و ما رو بدون قضاوت کردن، بدون اینکه بخواد گذشته ما رو ببینه و نسبت به گذشته ما با حالا اون در واقع دوستی رو برقرار بکنه، اون خداوند سر دم در خانه ها و قلب ها و افکار و زندگی ما ایستاده. عیسی مسیح زندگی احمد و احمد ها رو عوض کرد و من ایمان دارم که زندگی تو رو هم خواهد عوض کرد. من ایمان دارم کسی که داره این برنامه رو میبینی زندگی تو رو هم عوض خواهد کرد. عیسی مسیح براش فرقی نمیکنه که تو کجا هستی، چی هستی و در کجا داری زندگی میکنی. عیسی مسیح امروز میخواد وارد زندگی شما بشه. عیسی مسیح کاری که شروع کرد هزاران سال پیش، شفاهایی که داد، معجزاتی که کرد، مرده‌هایی که زنده کرد، کورهایی که شفا داد، این شفاها تمام نشده. این شفاها اون روز بوده، امروز هم خواهد بود و فردا هم خواهد بود. این چیزی نیست که مربوط به یک برهه از زمانی و مربوط به یه موقعیت خاص باشه، این چیزیه که هر روز بوده. شاید اسم این برنامه و برنامه‌ای که با هم داشتیم برای بعضی از شما شاید براتون یکم جای سوال داشت که چرا پدر، چرا من و پدر؟ چون که دلیلی که من داشتم برای این برنامه این بود که چون که ما نیاز داریم امروز به پدر، ما امروز نیاز داریم به پدری که در واقع دلسوز ما باشه، به پدری که در واقع بهترین رابطه رو میتونیم ما باش در واقع برقرار بکنیم. اگه شما هم واقعا نیاز به یه همچین رابطه‌ای با یه همچین پدری دارید، من توصیه میکنم که به جای اسم من و پدر اسمهای خودتون رو بذارید و در خداوند و در کلام خداوند و در تعالیم خداوند خودتون و زندگیتون رو پیدا بکنید و در این زندگی که شروع میکنید ملاقات‌های بسیار زیادی با خداوند خواهید داشت. چشماتون رو باید باز بکنید، گوشاتون رو باید شنوا بکنید به صدای پدر و ایمان دارم که خداوند خودش را به شما نشان خواهد داد. اینها همه تجربیات احمد بود. اینها همه صحبت‌های احمد بود. نه اینکه فکر بکنیم که تمام این چیزایی که احمد گفت یک فرم خاصیه که همه باید توی این فرم قرار بگیریم و نسبت به این فرم خدا رو بشناسیم، در خداوند روش بکنیم و در واقع یه ملاقاتی با خداوند داشته باشیم و زندگی هامون عوض بشه. خداوند از
راه‌های مختلف، از جلوه‌های مختلف و از طریق‌های مختلف با شما ملاقات میکنه و زندگی‌های شما رو عوض میکنه. ولی باید به این نکته خیلی ما خیلی باید حواسمون باشه که فقط عیسی مسیحی که از طریق‌های مختلف، از راه‌های مختلف و از جلوه‌های مختلف خودش رو نشون میده و در واقع با ما ملاقات داره. تو زمانی که ما داریم زندگی میکنیم و توی کشورهایی که داریم زندگی میکنیم، شاید این بر اون بر صداهایی بشنویم که میگن ما هم راههایی هستیم برای رسیدن به خدا، ما هم راههایی هستیم برای رسیدن به آسایش، آرامش و زندگی خوب در این دنیا و در بعد از اینکه از این دنیا ما خواهیم رفت. ولی من میخوام به شما یک قولی بدم از طرف خودم و از طرف بسیاری از عزیزانی که تا حالا باشون دیدار کردم، تا حالا باشون تجربه داشتم و زندگی های عوض شدهشون رو دیدم. هیچ کسی غیر از عیسی مسیح که روی صلیب رفت، عیسی مسیح که به خاطر گناهان من و شما مرد و بعد از مرگ از قبر به پا خواست، هیچ کسی غیر از این عیسی نمیتونه زندگی های شما رو عوض بکنه و هیچ کسی غیر از این عیسی نمیتونه دست شما رو بگیره. ما شاید خیلی وقتا دوست داشته باشیم که یک قسمتی از ابعاد عیسی مسیح و یا خداوند زنده رو ببینیم، ولی امروز ما باید عیسی مسیح رو در تمامی ابعادش ببینیم و در تمامی ابعادش درک بکنیم و هویت خودمون رو در اون پیدا بکنیم و بعد بتونیم در خداوند و در ایمانمون قدم بزنیم. هیچ وقت برای ما دیر نیست. هیچ وقت سن و سالی برای این کار در نظر گرفته نشده که ما بتونیم این شناخت و این مسیر رو شروع بکنیم. عیسی مسیح پشت در قلب شما وایساده عزیزان و منتظر اینه که شما در قلبتون رو باز بکنید. من احمد سالها پیش این کار کردم و در این مسیر دارم قدم میزنم و تجربیات زیبایی با خداوند داشتم و خواهم داشت. شاید بسیاری از عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنین شما هم یه همچین تجربه هایی داشتین، ولی اگه جز به این دسته از افراد نیستین، من از شما خواهش میکنم که دقایقی آمد در دعا باشین و قلب خودتون رو باز بکنین به روی این خداوند یعنی عیسی مسیح. با هم دیگه دعا میکنیم. شکر و سپاس برازنده توسعه خداوند و دوست. ممنون خداوندم برای این کار بزرگی که روی صلیب انجام دادی خداوندم برای من و دیگران خداوندم. ممنون که پدر جان تو ما رو ملاقات میکنی خداوند و ممنون که پدر جان تو خود واقعی ما رو به ما نشون میدی پدر جان و ممنون خداوندم که تو ما رو فرزند خوانده ها و ارث برهای خودت نام نهادی خداوندم. قلب های خسته خداوندم، روابط شکسته خداوندم و افکار پریشانی که خداوندم هست بین فرزندانت و عزیزانی که دارن ما رو دنبال میکنن خداوندم به حضورت بلند میکنن پدر جان. از تو میخوام که خداوندم دست بگذاری بر ما پدر جان و یک ملاقاتی تازه با ما داشته باشی خداوندم. شکرت میکنم ای خداوند که کار را تمام کردی ای خداوندم. شکرت میکنم که تو راه و راستی و نجات هستی ای خداوندم و شکرت میکنم ای خداوندم وقتی که ما تو رو در قلب‌های خودمون
وارد میکنیم ای خداوند، وقتی که ما ای خداوندم قلبمون رو به طرف تو باز میکنیم ای خداوندم، وقتی که ما به تو ایمان میاریم ای خداوندم، به هیچ چیز دیگه ای در این دنیا نیاز نداریم ای خداوندم. شکرت میکنم پدر جان، با سپاسگزاری دعا کردم در نام قدوس عیسی مسیح، آمین. مرسی عزیزان، خیلی ممنون که با ما بودید، با من بودید در این برنامه ها، و ممنون که منو به خونه های خودتون راه دادین. همه شما رو به دست پرفیض خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.